خب سلام سلام سلام، سلام سلام خانم نظام آبادی، سلام خانم سمدانی، سلام جناب خانم مرتضوی، سلام 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 دوستان، سلام خانم روزیتا و بقیه دوستانی که تشریف آوردید. تصویر تار به نظر میرسه، ببینم اینجوری بهتر میشه یا نه. فکر کنم بهتر شد. سلام خانم خواستوان، آقای محمد بهداد و خانم فروغ و خانم مساوات و آقای بوزیدون و خانم معینی و خانم آزاد تهرانی، مخلصیم آقای پوزیدون. ممنون خانم بهار، خانم گلنوش، خانم زهرا و ممنونم خانم گلنوش که پای ثابتین و خانم نوشین و خانم ملک محمد، خانم میرزا جانی، خانم نسرین و خوش آمدید همتون. مرسی، مخلصی، مرسی، ممنون، مرسی. خب چند دقیقه منتظریم دوستان دیگه هم وصل بشن، 4-5 دقیقه. سلام، خواهش میکنم خانم دکتر مرزوک. ممنونم، مرسی، مرسی، ممنونم آقای مهدی، آقای ناصر، خانم لیلا، آقای خورسندی، آقای سرگلزایی و آقای منصور. فیزیک تدریس نکردم، تمرین کردم. خب یه 4-5 دقیقه صبر کنیم دوستان بیشتری برسن که شروع کنیم. حالا 8:04 دقیقه است، 2-3 دقیقه، 8:08 دقیقه شروع کنیم. مگنت لبخندم باید باشه. اینم لبخند. سلام نایره عزیز، سلام خانم غیراللهی، خوش آمدید.
خیلی هم عالی، مرسی. خب امروز خلوت انگار. سلام سهراب عزیز، خوش آمدی. شاید چون عصر شنبه است هنوز دوستان از سر کار نرسیدن. سلام ای وعدت خانم فاطمه. آره راست میگین، جدید بودی آدرس برای شما. آره راست میگین، دوستایی که مثل من خیلی وارد نباشن توی اینستاگرام به خصوص یکم سخته که یه پیج دیگه ای رو پیدا کنن و به اون ملحق بشن. سلام مینای عزیز، خوش آمدین. خب دوستان عرض کنم که پارسال همین موقع ها یعنی تیر ماه 98 به همت خانم دکتر فریده مارزوک و آقای دکتر رضا احمدی آکادمی هنر و فلسفه مارزوک افتتاح شد. مارزوک فامیل خانم دکتر هست. خانم دکتر مارزوک در واقع فامیل همسرشون مارزوک بوده که الان دیگه فامیل خودشون مارزوکه، ما فامیل همسرشون به خودشون مارزوکه، از ایرانیان عزیز ساکن آلمان هستند که این آکادمی رو افتتاح کردن به همراه آقای دکتر احمدی. خانم دکتر پزشک هستند ولی پزشک هنرمند و علاقمند به هنر و علوم انسانی، و آقای دکتر احمدی هم که دکترای فلسفه تطبیقی هستند. البته جمعی از دوستان هستند که من همه رو نمیشناسم. پارسال همین موقع ها افتتاحیه آکادمی هنر و فلسفه مارزوک بود که اون موقع به عنوان کاف فلسفه مارزوک راه اندازی شد، ولی بعد اسمش شد آکادمی هنر و فلسفه مارزوک که بله به من هم افتخار دادن، اون موقع دعوت کردن در افتتاحیه یک سخنرانی کوتاهی من داشتم، و دوباره هم در پاییز دوستانی که یادشون هست، آره آفرین، ویس کافه فلسفه، چرا کافه چرا فلسفه، مربوط به افتتاحیه همین کافه مارزوک بود. آها خانمتون مارزوک فیزیوتراپ هستید، خب چون میدونم جزو تیم پزشکی هستین الان فهمیدم فیزیوتراپیستید، خیلی هم خوب. عرض کنم که حالا دیگه دوستان کنجکاو راجع به فامیل شما بدونن که مارزوک معناش چی و اینا، خودتون باید توضیح بدین چون من اینقدر کنجکاوی نکردم از شما بپرسم، خودتون میتونید توضیح بفرمایید. یا هم که در مثلا ادامه صحبت یه موقع شما به من ملحق بشید که خودتون راجع به آکادمی توضیح بفرمایید و راجع به خودتون اگر مایل بودید. بعد دیگه توی پاییز بود که باز یه جلسه ما اونجا داشتیم همراه دو تا از دوستان بزرگوارم، در اونجا کتاب جنون قدرت رو راجبش صحبت کردیم که تعدادی از شما هم عرض کنم که تشریف آوردید اونجا، پاییز بود فکر میکنم. آره و الان به هر حال سالگرد تأسیس آکادمی هست و اینجوری دیگه شما با پیج آکادمی هم آشنا شدید که به هر حال من هم گهگاهی در خدمت دوستان هستم لایو. بله در واقع اپراتور این سخنرانی منم که در انتها دیگه بلد شدم یاد گرفتم و سیو میکنم میره توی پست های آی جی تی وی همین پیج آکادمی مارزوک میمونه.
این در واقع توضیحات راجع به آکادمی و حوزه فعالیتش رو هم باز خود خانم دکتر مارزوک یا آقای دکتر احمدی باید در انتهای بحث اگر مایل بودن به من ملحق بشن راجبش توضیح بدن، چون من در واقع مهمانم در کادر مؤسس یا مدیریتی آکادمی قرار ندارم. الان هرچی بگم غلط غلور در میاد، مثل اینکه خانم دکتر رو سعی کردم معرفی کنم ولی اشتباه معرفی کردم، الان بقیه چیزهایی که بگم همینجوری در میاد. بنابراین اجازه بدید که من بحثی که میخوام مطرح کنم، بعد دوباره در اون تایمی که برای پرسش و پاسخ کامنت ها رو باز میکنم، اون وقت خانم دکتر مارزوک اگر که محبت کنن و خودشون ریکوست بدن و وصل بشن به این گفتگو، خودشون راجع به آکادمی توضیح میفرمایند. اگر سوالی هم راجع به آکادمی بود جواب میدن. قربان شما، من با ایزتون پس کامنت ها رو میبندم، نیم ساعت صحبت میکنم، بعد از اون نیم ساعت کامنت ها رو باز میکنم. خب خانم تکتو هم توضیح دادن که آره، اینجا راجع به فامیلشون توضیح دادن، آره نوشتن که مارزوک نام همسرم هست که من اون رو انتخاب کردم چون تمام فامیلشون در جنگ کشته شدن و خواستم که نام این فامیل ادامه یابد، چون من از ایل لور هستم و هزار فامیل. خب اینم توضیح خانم دکتر راجع به خودشون. حالا راجع به آکادمی هم که بعدن اگر خواستن به صورت کامنت مکتوب می نویسن یا به صورت اینکه مشارکت کنن در لایو. خب من دوستان با اجازهتون کامنت رو موقت میبندم، نیم ساعت صحبت میکنم که متمرکز باشم، بعد دوباره کامنت ها رو باز میکنم با اجازه خانم دکتر مارزوک و دوستان. خیلی خب، بله، موضوع این هفتمون آداب و شرایط گفتگوی سازنده است. دوستان حتما یادتون میاد که من دو سال پیش یک فایل صوتی راجع به آداب گفتگو تو کانالم گذاشته بودم. البته به دلایلی که احتمالا بیشترتون میدونید مجبور شدیم موقتا همه فایل های صوتیمون رو از کانال و سایت و غیره برداریم، که حالا بعدا با حساسیت و دقت بیشتری دوباره بارگذاری کنیم. ولی حالا اونایی که خوندن یا دارنش یادشون میاد که بهانه این که اون فایل صوتی رو من ضبط کرده بودم و گذاشته بودم توی کانالم این بود که حدود دو سال پیش، دو سال و نیم پیش این حدودا بود، یا شاید هم حتی سه سال پیش، که به اصطلاح معاونت فرهنگی شهرداری تهران بخش زیادی از بیلبوردهای تهران رو شعارهای بزرگ زده بود که گفتگو کنیم. خب من اولی که دیدم رو بیلبوردها بزرگ نوشته گفتگو کنیم خیلی خوشحال شدم، خیلی ذوق‌زده شدم، چون خیلی حساسم به این اتفاقاتی که توی شهر میفته و حساسم به فضاهای شهری به واسطه این که فضاهای شهری در زندگی شهری به نوعی ناخودآگاه ما رو میسازن و شکل میدن. بنابراین من به این فضاها خیلی حساسم، به دونه دونه بیلبورد ها نگاه میکنم با دقت و سعی میکنم منطقی که پشتشون هست و اهدافی که پشتشون هست رو حدس بزنم، برای خودم بفهممشون، تحلیلشون بکنم. و خب در اولین برخوردم در این بزرگ راه ها با این بیلبورد های بزرگی گفتگو کنیم، خیلی احساس خوشایندی کردم که خب گویا میشه، امیدوار بود که بالاخره یه همچین پیام هایی هم گرچه به ندرت توسط نهادهای بالادستی ایجاد میشه. اما وقتی که به هر حال در این بزرگراه ها بیشتر رفت آمد کردم و تونستم با دقت به جزئیات پوسترها توجه کنم، چند نکته توجه هم رو جلب کرد. یه نکته این بود که در این پوسترها، در این بیلبوردها،
تو رو بعضیاشون نوشته بود گفتگو کنیم، بعد نوشته بود با چه کسی، رو بعضیاشون نوشته بود کجا، رو بعضیاشون نوشته بود راجع به چی. اول اینکه دقت کردم، دیدم وقتی نوشته با کی گفتگو کنیم، دیدم خب نوشته که با همسرمون، با فرزندمون، با همکارمون، با همسایه‌مون، ولی همه این بیلبوردهای با کی گفتگو کنیم رو نگاه کردم، دیدم تو هیچ کدوم نوشته نشده که با مشاور گفتگو کنیم. حالا نه لزوما مشاور روانشناسی، چون که به نوعی با حوزه کاری من ارتباط داره، بلکه دیدم که نه با پزشک، نه با مشاور تحصیلی، نه با مشاور شغلی، نه با مشاور سرمایه گذاری، اساسا گویا نهاد تخصصی مشاوره هنوز توسط نهادهای بالادستی ما به رسمیت شناخته نمیشه یا قرار نیست که به رسمیت شناخته بشه. و تمام اونهایی که باید باشون گفتگو کنیم همونهایی هستن که به شکل سنتی باشون گفتگو میکنیم. به هر حال ما داریم با همسرمون، با همکارمون، با همسایه‌مون، با رئیسمون، با کارگرمون، با اینا گفتگو میکنیم. این چیز جدیدی توش نداره. و یکی این خیلی توجه همه جلب کرد که چرا مشاور به عنوان یک نهاد مهم مشاوره و یک صنف مهم اساسا جز کسانی نیست که تبلیغ بشه گفتگو کردن باهاش. دومی چیزی که دیدم اینه که همه این سوالات که کجا گفتگو کنیم، با کی گفتگو کنیم، راجع به چی گفتگو کنیم هست، اما چگونه گفتگو کنیم روی هیچ کدوم بیلبوردا نیست. و چون این بیلبوردا هم طبعا یه ماه دو ماه در سطح شهر بود، من فرصت داشتم که یکی یکی نگاه کنم یا حتی گاهی عکس بگیرم و با دقت نگاه کنم و دیدم نه، اصلا چگونه گفتگو کنیم جز این ماجرا نیست. و این بهانه شد که من همون فایل صوتی رو منتشر کردم که بابا ما که مرتب در حال گفتگو هستیم، چه وقتی مشاجره میکنیم، چه وقتی که مباحثه میکنیم، چه وقتی داریم چونه میزنیم، چه وقتی داریم بازاریابی میکنیم، چه وقتی داریم فحاشی میکنیم برای نسبت شما، چه وقتی داریم غیبت میکنیم، چه وقتی داریم شایع پراکنی میکنیم، هر کدوم از این کارا رو که داریم میکنیم داریم گفتگو میکنیم. بحث بر سر گفتگو کنیم نیست، بحث بر سر چگونه گفتگو کنیم هست. و خب من بعداً بابت این حساسیت خیلی دقت کردم، دیدم اغلب گفتگوها گفتگوهایی هست که خیلی سازمان مند نیست، یعنی سامانه این رو نداره که این گفتگو از کجا شروع بشه به کجا برسه. و حتی در گفتگوهای به نوعی تخصصی، کاری، حرفه‌ای هم من دیدم که همین ماجرا وجود داره. و در نتیجه خیلی به این ماجرا سعی کردم دقت کنم که آدابی داره گفتگو کردم. اول از موانع گفتگو شروع میکنم، یعنی راجب این گفتگو میکنم که راجب این صحبت میکنم که اساسا چه وقتی گفتگو نمیتواند به تفاهم و یا یک نتیجه گیری منجر بشه. بنابراین چون دیگه در اینستاگرام امکان پخش اسلاید نیست، من اینا رو روی تخته نوشتم براتون نشون میدم. اول به این یکی اسلاید توجه بفرمایید، به این یکی برچسب توجه بفرمایید که ببینید ما انسان ها از نظر ذهنی نظام شناختی مغزیمون این گونه است که ابتدا برامون از نظر اولویت جستجوی امنیت اهمیت داره. یعنی پیش نیاز شماره یک گفتگوی سازنده این هست که ما در وضعیت احساس امنیت باشیم. وقتی احساس امنیت میکنیم، اون وقت دومین سطح نیازهای ما جستجوی الفته. اینو به صورت یک مثلث، یا حالا اگر شما فضایی اینو ببینید و سبعدی ببینید، به صورت یک هرم باید رسم میکردم، که منظورم این هست که همه آدم ها این جستجو رو دارن، ولی همه آدم ها به این سطح نمیان، به این دلیل که برای همه آدم ها در واقع امنیت فراهم نمیشه.
بنابراین یکی از موانع گفتگوی مؤثر که در این سطح قرار داره به گمان من این هست که خب همه انسان ها براشون امنیت فراهم نمیشه. اونایی که پیش نیاز شماره یک براشون فراهم میشه، یعنی امنیت براشون فراهم میشه، میان به سطح دوم نیازها که جستجوی الفته و ما به واسطه اجتماعی بودن، یک حیوان اجتماعی بودن، انس و الفت که به صورت حالا دلبستگی، وابستگی، نوازش خواهی، نوازش دهی، احترام، اعتماد خودش رو نشون میده، این خیلی اهمیت داره. بنابراین پیش نیاز شماره یک که تأمین میشه، امنیت فراهم میشه، حالا میایم به سمت الفت و این میشه جستجوی درجه دوی ما. که اینجا وقتی که گفتگو میکنیم، اینجا گفتگو میکنیم، هدفمون از گفتگو چیه؟ منو دوست داری؟ آره دوستت دارم. دوستم داری؟ هدف از گفتگو اینه. یا چه کار کنم که دوستم داشته باشی؟ اگر عقیدم رو تغییر بدم دوستم داری؟ آره. اگه عقیدت رو تغییر بدی دوستت دارم، اگه سلیقت رو تغییر بدی دوستت دارم، اگه مدل موتو تغییر بدی دوستت دارم. اینا جستجوی الفته. اگر این پیش نیاز شماره دو فراهم بشه و این الفته هم نیاز به الفت ما هم تأمین بشه، اون وقت میریم به سراغ جستجوی معنا. و معنا حالا خیلی گسترده است، منظور من فقط نیاز معنوی یا به تعبیر استاد ادبیاتم آقای دکتر یار محمدی فقط منظورم ساحت مینوی نیست، بلکه این معنا که میگم میتونه معنای اجتماعی باشه، میتونه معنای شغلی باشه، میتونه معنای سازندگی باشه، میتونه معنای توسعه اقتصادی باشه، میتونه معنای خیلی چیزها باشه. چه بکنیم که توسعه پیدا کنیم؟ حالا اینا میشه جستجوی معنا. چه بکنیم که از این دور تسلسل تاریخی عبور کنیم؟ اینا همه جستجوی معناست. که این سوالات سوالاتی است که برای کسانی اهمیت داره که حداقل های امنیت براشون تامینه. ببینید اینجا راجع به حداقل ها من صحبت میکنم، نه اینکه باید ما در یک جزیره امنی باشیم که هیچ خطری تهدیدمون نکنه یا همه باید دوستمون داشته باشن. پیش نیازهای حداقلی است که حالا بعداً میشه در یک فرصت دیگه راجع به این حداقل ها هم گفتگوی جداگانه ای بکنیم. بنابراین فعلا میتونیم در همین موضع اختلاف نظر راجع به حداقل با هم بمونیم تا در فرصت دیگه راجع به اینکه این حداقل ها کجاست با هم گفتگو کنیم. خب پس پیش نیاز اول اینه که ما احساس امنیت کنیم. پیش نیاز دوم اینه که خیلی تنهایی و ترد اذیتمون نکنه. اون وقت میریم به سراغ اون میل به معنا، میل به یادگیری، اشتیاق به یادگیری. و در واقع گفتگوی سازنده از اینجا شکل میگیره. گفتگوی سازنده که ما قراره یک دیالکتیکی داشته باشیم که من تو وقتی با هم گفت و گو میکنیم میخوام یک تز و آنتیتزی رو به اشتراک بذاریم تا یه سنتزی از توش در بیاد. یعنی گفتگو نمی کنیم به خاطر اینکه من می خواهم بر تو غلبه بکنم. گفتگوی نمی کنیم بلکه من می خواهم تو منو دوست داشته باشی. بلکه گفتگو می کنیم برای اینکه من تو هر دو در جایگاه خودمون قرار داشته باشیم و از نظر من و نظر تو از این تضارب آرا و تلاقی ایده ها و سلیقه ها می خواهم یک یادگیری جدیدی پیش بیاد و اشتیاق یادگیری ما رو پیش میرانه. که حالا اگر بخوام یه ذره به هر حال به واسطه روانپزشک بودن خودم این مفاهیم رو مغزی بهش نگاه بکنم، خب سطوح پایین‌تر سطوح پایین‌تر مغز که حالا مثلا لوکوسترولوئوس در ساقه مغز و آمیگدالا در لیمبیک سیستم هست، اینها اون قسمت هایی هستند که مناطق جستجوی امنیت در مغز ما هستند. و تا موقعی که لوکوسترولوز و آمیگدالا در حد اکثر فعالیت خودشون هستند، خب اون وقت یه پریفرونتال خیلی فعالیتی نمی کنه
برنامه فیکس کنم با اجازه شما که حواسم صرف نگهداری اون نباشه. اینم از این. خیلی بله، اگر این لوکوسترولوس و آمیگدالا مرتب در حال فعالیت باشن که اساساً قسمت‌های بالاتر مغزی کاملاً در تسلط و تسخیر قسمت‌های پایین‌تر مغزی هستن، بنابراین باید از فعالیت حد اکثری لوکوسترولوز و آمیگدال که موقع ترس و خشم ایجاد میشه من رهیده باشم. این اون پیش نیاز است که اینجا بهش اشاره کردم که باید حداقل های امنیت فراهم باشه تا من بتونم یه قدم بیام بالاتر. یه قدم بالاتر توی لیمبیک سیستم مغز من نوکلئوس اکومبنس هست که این نوکلئوس اکومبنس اونجاییست که مسئول جستجوی الفت و انس و صمیمیته. و باز اگر این منطقه خیلی گرسنه باشه، حالا مناطق کلی انس و الفت که من با یک نگاه تقلیلگرا البته الان دارم اینجا یکی از اون مدار پیچیده رو راجبش صحبت میکنم، حالا اینجا این انقدر در واقع گرسنگیش فشار میاره که کاملا مناطق عالی مغز من در سلطه اینه. یعنی من هرچی میگم یه نگاه دارم ببینم اینی که من دارم میگم باعث میشه لایک بخورم یا باعث میشه لایک نخورم. اگر این حداقل هم تامین باشه، اون وقت مناطق فوقانی مغز من و مناطق عالی تکاملی مغز من مثل پریفرونتال کورتکس که البته بازم عرض میکنم یک نظام پیچیده در مغز ما هست، من به یک نگاه تقلیلگرا دارم ساده سازیش میکنم، اون وقت این پریفرونتال کورتکس ما که دنبال یادگیری است و یادگیری معنا که اینجا چه خبره و ما میخوایم اینجا چی کار بکنیم، اون وقت خودنمایی میکنه و من میتونم از این استفاده کنم. نه اینکه در حالت گرسنگی این قسمت مغز من این قسمت مغز من میخوابه، نه، این قسمت در خدمت این قسمت قرار میگیره، این قسمت در خدمت این قسمت قرار میگیره. بنابراین برای اینکه ما یه گفتگوی سازنده داشته باشیم، کاری که باید بکنیم اولش این هست که ما حداقل های بله حداقل های امنیت زیستی، روانی، اجتماعی رو بتونیم برآورده کنیم. بنابراین در شرایطی که مثلا یه آدم در اوج ناامنی جسمانی است، مثلا فرض کن یه آدمی متامفتامین مصرف کرده، یا آدمی در حمله پنیکه، یعنی در ناامنی زیستی است، حالا اساسا گفتگو کردن باهاش ثمری نداره. ما باید اول مغز تحتانی استراب و ترس او رو آرام بکنیم، حالا یا با قطع متامفتامین یا با تجویز دارو. بنابراین نمیشه در میانه یک کریز سایکوتیک با یک آدمی که دچار سایکوز منیک هست ما بشینیم گفتگو بکنیم، متقاعدش کنیم که شما دارو بخوری برات خوبه یا شما این کار که میکنی برات ضرر داره. ما مجبوریم در اونجا حداقل های ایمنی زیستی او رو تامین کنیم و بعدن میتونیم بشیم سطوح بالاتر گفتگو رو با هم داشته باشیم. همینطور در میانه یک ناامنی روانی اجتماعی، مثلا در وضعیتی که یک باره مثلا قیمت مسکن یا اجاره مسکن مثلا 100% افزایش پیدا میکنه یا 70% 50% افزایش پیدا میکنه، آدم هایی باید تا پایان ماه یا یه پول دشوار رو فراهم بکنن، فرق فراهمیش دشواره، پول سنگین، و یا اینکه به دنبال یه خونه بگردن و زمان ناکافی. در اینجا این آدم ها اصلا امکان گفتگو رو ندارن. در نتیجه این ماجرایی که از ماجراهایی است که شما می‌بینید وقتی در یه جامعه
فقر زیاد میشه، خشونت هم زیاد میشه، جهل هم زیاد میشه، که البته این سگانه هم دیگه رو تشدید میکنه. یعنی از اون طرف جهل هم که زیاد میشه فقر زیاد میشه، فقر هم که زیاد میشه جهل زیاد میشه، جهل هم که زیاد میشه خشونت زیاد میشه، خشونت هم که زیاد میشه فقر ایجاد میشه. در نتیجه اینو از این جهت میگم که همه مسئله هامون رو ما با گفتگو نمیتونیم حل کنیم. بنابراین اینکه یا آدم هایی در هر شرایطی بیان بگن که خب یه گفتگو کنیم دیگه، خب نمیشه که شما اسلحه بذاری روی شقیقه من بگی بیا گفتگو کنیم. چون من این تجربه رو داشتم واقعا که چند نفر با اسلحه در واقع ریخته بودن تو خونمون، بعد میگفتن خب بشین گفتگو کنیم تو که اهل گفتگو هستی. خب یه حداقلی باید برای گفتگو وجود داشته باشه دیگه. البته خب طبعا من نترسیده بودم چون که میدونستم این اتفاق بالاخره یه روزی میفته، اما این حرف اونها حرف در واقع مضحکی بود که بیا بشین گفتگو بکنیم، که گفتم شما الان شرایط گفتگو رو فراهم کردید به نظرتون که من باید با شما بشم گفتگو کنم. در نتیجه همین هم هست دیگه. یعنی شما نمیتونید برای آدم هایی که الان نگران واقعا سفرهشون هستن، نگران سفره فرداشون هستن، ازشون انتظار داشته باشید که با گفتگو بیاین مسائل رو حل بکنید. شما فرض بکنید در زمان حکومت صدام، در زمان حکومت مثلا همین مثلا معمر قذافی، یا حالا دیگه اسمای نزدیکتر رو نمیبرم، یه شهروند میرفت به صدام میگفت که جناب پرزیدنت بیا با هم دیگه گفتگو کنیم. واقعا میشد امید داشت که یه شهروندی استاد منطق و گفتگو باشه، بعد بره به صدام بگه پرزیدنت بیا با هم دیگه گفتگو کنیم، بعد بتونه صدام رو قانع کنه. در نتیجه خیلی هم گفتگو رو دیگه کیمیا و به اصطلاح چی میگن نوشدارو و دوای هر دردی نکنه که فکر کنیم همه مشکلات ما با گفتگو حل میشه. نه خیر، واقعا بعضی از مشکلات ما با گفتگو حل نمیشه، بعضی از مشکلات ما شیوه های حل دیگری داره که حالا موضوع بحث ما نیست. خب حالا حداقل های این در واقع حداقل های ایمنی زیستی روانی اجتماعی که فراهم شد، حالا باز میریم اون مغز الفت طلبمون، یعنی اون مغزی که جستجوی الفت مهمترین نیازشه، میریم به سراغ اون بخش از مغز ما. اینجا باز اینجاست که ما باید حداقل های استقلال عاطفی اقتصادی اجتماعی رو برای آدمی ما یا خودش باید فراهم بکنیم تا بشه گفتگوی مؤثر کرد. بسیاری از آدم ها علت این که متقاعد نمیشن راجع به بعضی از چیزها این نیست که از لحاظ منطقی ادله کافی براشون اقامه نشده، بلکه یه آدمی که از نظر عاطفی به شدت وابسته است. یعنی میگه که بدون تو میمیرم، اگه تو بری من دیگه خودکشی میکنم، من بدون تو اصلا زندگی ندارم. این آدمی که استقلال عاطفی نداره، یعنی تو مراحل رشد عاطفی شناختیش به نقطه‌ای نرسیده که بدونه که من بدون یک دیگری مهم هم میتوانم زنده بمونم و عواطف خودم رو خودم جمع و جور کنم. این آدم اگه ازش بپرسی رأیت چیه، میگه همون رأیی که آقامون میگه، یا همون رأیی که حاج خانم میگه، یا همون رأیی که مامانم میگه، یا همون رأیی که بابام میگه. مرا مگو که چه نامی به هر صفت که تو خوانی. کسی که در این مرحله دلبستگی، وابستگی و اشتیاق عاطفی هست اساساً رأیی نداره. در نتیجه گفتگو برای کسانی ثمر بخشه و حداقل شرایط گفتگو در شرایطی است که فرد در استقلال عاطفی باشه. همین ماجرا راجب استقلال اقتصادی و اجتماعی هم اهمیت داره. یعنی شما مثلا
تا زمانی که برای زنان در یک جامعه فرصت‌های مناسب اقتصادی و استقلال اقتصادی، استقلال حقوقی فراهم نکنید و بگید که مثلا باید بابات یا مثلا شوهرت بیاد اجازه بده که تو حق خروج از کشور داشته باشی یا حق استخدام داشته باشی یا حق هر چیزی داشته باشی، شما نمیتونید از آدمی که حداقل های استقلال اقتصادی اجتماعی نداره هم انتظار داشته باشید که رأی مستقل داشته باشه. در نتیجه دوباره اینجا هم این حداقل ها باید برای فرد فراهم بشه. بنابراین خیلی وقتها بعضی از آدم ها در بعضی از لایه های اجتماعی اساسا این حداقل های گفتگو رو ندارن. شما بجن که بهشون بگی بیا و گفتگو کنین، بعد اول براشون فرصت رشد عاطفی فراهم کنین، اول باید براشون فرصت استقلال اقتصادی فراهم کنید، بعد راجع به چگونه گفتگو کنیم صحبت میکنیم. حالا زمانی که این حداقل نیازهای عاطفی و عرض کنم که امنیتی برای فرد فراهم شد، حالا نوبت میرسه به اون قسمت در واقع پریفرونتال مغز که در سهم خود اصلی رو داشته باشه. حالا اینجا برای گفتگو کردن ما نیاز داریم به شرایطی که شرایط پریفرونتاله، یعنی حداقل های سواد که سواد منطقی یا لوجیکال، یعنی همون تفکر نقاد که همه باید داشته باشن تا به وارد گفتگو بشن، و بالاخره سواد تخصصی، یعنی در بعضی از حوزه ها هم همه نمیتوانن با هم گفتگو کنن، مثلا همه آدم ها نمیتونن با هم گفتگو کنن راجع به مثلا واکسن کرونا یا نحوه انتقال کرونا. خب این یه گفتگوی تخصصی است، باید حداقل های سواد تخصصی براش فراهم بشه. خب برگردیم از این عرض کنم نمودارهای دستنویس ساده سازی شده که من داشتم، و حالا من یه سری در واقع پیشنهادهایی رو میخوام ارائه بدم در زمانی که گفتگو میکنیم، که اون پیشنهادها شاید کمک بکنه به اینکه آداب و شرایط گفتگو فراهم بشه، بیشتر فراهم بشه. اول مسئله غیر شخصی کردن مواضع. ببینید، من یه دیدگاه‌هایی دارم. این دیدگاه‌های من چه در حوزه روانشناسی، چه در حوزه پزشکی، چه در حوزه اجتماعی، چه در حوزه فلسفی، چه در حوزه عرض کنم که جهانشناسی، این دیدگاه ها مال من که نیست همش. این دیدگاه ها رو من از جاهایی گرفتم، حالا بعضی هاش رو از آن خود کردم، یعنی امضای خودم، نگاه خودم، لهجه خودم بهش اضافه شده، بعضی هاش هم ناقلش هستم، راویش هستم، روایتش میکنم. این که من این الگوها رو انقدر شخصی بکنم که واقعا فکر کنم انگار که اگر یک کسی داره مثلا مارکس رو نقد میکنه، یا داره یونگ رو نقد میکنه، یا داره داروین رو نقد میکنه، یا نه شخص رو، اصلا داره مثلا دیدگاه های چپ رو نقد میکنه، یا لیبرالیسم رو نقد میکنه، یا روان پزشکی رو نقد میکنه، انگار که داره مثلا چاقو تو شکم من فرو میکنه. نه، اینقدر درد اومدن و بعد واکنش های عجیب و غریب ناشی از این که یه نفری انگار دردش بیاد از یک نظری که علیه نظرش هست، بابت این هست که گویا ما گاهی اوقات شخصی میکنیم دیدگاه، یعنی فکر میکنیم این مال منه و من اینم، خودمون رو با این دیدگاه ها، با این نظری ها یکی میکنیم، اونو از اینقدر از آن خود میکنیم که در واقع خودمون مسخر اون میشیم، کالبد میشیم در خدمت این نظریه. اولا جدا کنیم ماجرا رو. بنابراین به هر نظری که فکر میکنیم، اگر هم به این نقطه میشه که آها اینه، منم همینو میشناسم یا متقاعدم میکنه، حتما یه نیم نگاهی به نقدهایی که به اون شده هم بندازیم، و اگر یک جایی اون رو نقل میکنیم و نقدهاش رو هم کامل نمیدونیم، به این بپردازیم که اگر من با رأی فلانی هم دلم، حالا یا به دلایل عاطفی یا به دلیل
عرض کنم که تجربه زیسته مشابه یا به هر دلیل دیگه ای من با رأی فلانی همدلم، اما نقدهای تأمل برانگیزی هم بر این رأی هست که من همش رو نتونستم بخونم، ولی حداقل دیدم بعضی از این نقدها بسیار جدی است و باید یه وقتی وقت کنم برم بخونم. پس بنابراین یکی غیر شخصی کردن موازه، یکی جدا کردن سلیقه ها از ارزش ها. گاهی اوقات ما سلیقه هامون رو یک بار ارزشی بهشون میدیم که یادمون میره که بابا این ذائقه است، این سلیقه است و این میتونه متفاوت باشه در آدم ها. مثلا اگر من قرمه سبزی رو بیشتر از لازانیا دوست دارم، خیلی خیلی بیشتر از لازانیا دوست دارم، این لازانیا رو اصلا دوست ندارم، اینو برای دوستان میگم که وقتی بعد از کرونا خواستن منو دعوت کنن، برای من کنار اگه لازانیا دعوت میکنن یه نون و پنیری بذارم، اگر نه خونه بیا مجبورم برم نون پنیر بخورم. حالا اگه من قرمه سبزی خیلی دوست دارم، اما گفتنی که قرمه سبزی اصالت داره، چرا واژه سنگین وزن اصالت رو من باید به قرمه سبزی بدم؟ بگم این غذاها رو که اصالت داره برای حفظ اصالتمون باید بخوریم. واقعا اصالت فرهنگی که با قرمه سبزی بخواد حفظ بشه خیلی جای خنده داره. یا اگر من مثلا صدا یا سبک آواز و موسیقی زنده یاد بنان رو دوست دارم، گفتن این که این موسیقی فاخری است و بعد اون موسیقی که به این شباهتی نداره تبدیل بشه به یک موسیقی چیپ، موسیقی پست، موسیقی مثلا کچ سلیقگان و انسانهای نادان. مثلا تا این حد من دیدم بعضی از آدمها تعصب دارن، یعنی من هم با دوست موسیقیدان هم با دوست نقاش باهاشون گاهی اوقات راجع به قطعه موسیقی مفصل صحبت کردم که این که الان گفتیم موسیقی فاخره، یه جوری به من یک ملاک‌های شمول و ردی بده لطفاً، که من هم که حالا سواد موسیقیایی ندارم حداقل بتونم موسیقی خیلی فاخر رو از موسیقی به قول تو خیلی درو داغون که اصلا بهتر موسیقی نذاریم اسمشه تفکیک بکنم. این مرز رو یا ابزار رو به من دانشجو بده که من بتونم بفهمم فاخر که میگی یعنی چی. هم با بزرگ هنرمندی در عرصه موسیقی، هم با بزرگ هنرمندی در عرصه هنر تجسمی من، یا در واقع بزرگ هنرمندانی گفتگو کردم که خواهش میکنم این واژه های اصیل، فاخر، درو داغون، چیپ، اینها رو به یک ملاک هایی بدید که من بتونم بشناسمشون. چون بالاخره شما نمیشه که یک گفتمانی داشته باشید که هیچ مصرف کننده علاقمند و نسبتاً باهوش هم نتونه باش ارتباط برقرار کنه. این فاخر رو برای من یه جوری قابل سنجش بکنید. و متاسفانه به این نتیجه میرسم حداقل با اون 4-5 نفری که باشون گفتگو کردم که گویا انگار که این فاخر برچسبی است که آنچه که من بخوام بهش میزنم و آنچه که من هنرمند فاخر بدانم فاخر است. بنابراین فاخر بودن رو تو در خود اثر هنری جستجوش نکن، از من هنرشناس بپرس، من برچسب فاخر رو میزنم. یا اگه چه میدونم خونه ای که حوض وسطشه به من تدائی ها و خاطرات صفا و صمیمیت ایجاد میکنه، نگم که این معماری مدرن با شیشه و آهن صمیمیت رو از بین برد. بابا معماری مدرن با شیشه و آهن چجوری صمیمیت رو از بین برد؟ و در نتیجه یکی هم اینه که ما سلیقه هامون رو از ارزش هامون جدا کنیم. یه بخش از غیر شخصی کردن موازه هم همینه که من بگم این سلیقه منه، این ارزش های منه، بنابراین در واقع سطوح مختلف درون رو بهش توجه بدیم، بگیم سلیقه من چنینه اما ارزش هایی که میتونم راجبش صحبت بکنم و ازش دفاع کنم چنان. بگیم خلاقیت من علاقمند به فلان چیزه ولی احتیاط و عرض کنم خدمتتون که بخش عرفی من علاقمند به فلان چیزه. یعنی بیان کنیم
که من هم خودم راجع به این ماجرا یه دست نیستم، من هم راجع به این ماجرا یه بخشی دارم که علاقه به فلان چیز داره، یه بخش دیگری دارم که علاقه به فلان کس داره. توجه به کاراکترهای مختلفی که در درون ما هست، یعنی به هر حال من در درونم کاراکترهای مختلفی وجود داره. یک کاراکتر سنتی در درون من هست بابت 40 سالی از زندگیم که در بافت کاملا سنتی زندگی میکردم. در نتیجه این قسمتم که من نمیتونم که بکشمش، زنده به گورش کنم. بعد بد نیست گاهی اوقات بگم که اون کاراکتر سنتی که در درون من هست به چنین چیزی گرایش داره، اما این کاراکتر حالا مدرن نوظهور این 10 ساله که این ویژگی ها رو داره، خودش اون رو نقد میکنه، اما در این حال اون بخشم در درون من گاهی اوقات یک ناله هایی میکنه و صداش به گوش میرسه. جدا کردن خودمون چه در حوزه طولی چه در حوزه عرضی. حوزه طولی که میگم این هست که من 17 ساله با من 27 ساله با من 47 ساله اینا همه منهای من بوده و هر کدوم در درون من رد پایی داره. من لازم نیست الان از همه این منهای خودم دفاع بکنم. منهای ارزی هم که میگم همینی که گفتم که الان مثلا یه آدمی ممکنه مثل من در این حال که روان پزشک باشه، در این حال به خاطر مطالعات فلسفیش به بعضی از نهادهای روانپزشکی هم انتقاد داشته باشه. حالا یک من روانپزشک در درون من وجود داره، یک من فلسفه اندیش در درون من وجود داره. من این منها رو در درون خودم دارم و گاهی اوقات باید حتما در موقع بیان به این اشاره بکنم که بله، من هم اگر مثلا بر مولانا نقد های جدی دارم، اما همچنان در درون خودم اون من، حالا به تعبیر دوستان دیونیزوسی یا عارف شاعر عاشق مسلک وجود داره که همچنان با غزلیات شمس حال میکنه. اینم هست. همین ماجرا همینطور گفتم در منهای طولی هم وجود داره دیگه. بالاخره من 50 ساله که نباید از من 17 ساله خودم دفاع کنم. من 17 ساله بودم رفتم جبهه جنگ. اون موقع فکر میکردم که جنگ جنگ حق و باطله و من در اردوی امام حسین دارم در مقابل اردوی یزید میجنگم. خیلی سالها طول کشید که من فکر کردم خیلی از اردوگاه ها اردوگاه یزیدی علیه یزید دیگره، نه اردوگاه امام حسین در مقابل یزید. حالا حتی اگر اسطوره اون اردوی امام حسین در مقابل یزید رو همچنان باور داشته باشیم، بخش زیادی از جنگ های دنیا، جنگ بین بنی امیه و بنی عباس، جنگ بین این چه میدونم زورگو با اون زورگو، جنگ بین این گردن کلفت با اون گردن کلفت و اونهایی که توی لشکر نقش سرباز رو بازی میکنن، در هر طرف که باشن قربانیان و اونها به هم شبیه ترن تا به اونهایی که براشون دارن میجنگن. خب من که از من 17 ساله نبود در واقع دفاع کنم. حالا خدا رو شکر خوشبختانه من چون از ابتدای کودکیم همیشه مریض احوال بودم و توان جسمیم کم بود، وقتی رفتم جنگ عکاس بودم توی جنگ. اگر توان جسمیم خوب بود ممکن بود که تیروار دست گرفته باشم دیگه و اون وقت آدم های زیادی رو ممکن بود به خاطر همون عقل 17 سالگی خودم کشته باشم، ولی خب خدا رو شکر این شانس داشتم که توان تیروار بلند کردن و RPG رو دوش گذاشتن نداشتم، دوربین دست گرفته بودم. و اما بالاخره من باید ادعا در واقع اعلام پشیمانی کنم، نمیتونم که مسئولیت ناپذیر باشم بگم انسان جایز الخطاست و در نتیجه چرا در همون زمان هم در همکلاسان 17 ساله من کسانی بودند که الان هم دوستان من هستند که میومدن جنگ رو مورد نقد قرار میدادند و من نفهمیدم. در همون موقع هایی که من جبهه رفتم یادمه که همون موقع ها مثلا فیلم سینمایی عروسی خوبان آقای محسن مخملباف رو هم دیدم، اما تا 10 سال بعد همچنان من مدافع این بودم که نه، ما اردوگاه امام حسین بودیم، اون بر اردوگاه یزید بود. تا 10 سال بعدش هم ما در واقع اینجوری فکر میکردم. در نتیجه من باید یک روزی بیام بابت هر عمل کردید که در اون موقع داشتم، که حالا خوشبختانه تیربار نداشتم ولی بالاخره میکروفون دستم بود، دوربین دستم بود، بابت اون بیام پوزش خواهی کنم
و البته ما باید از همدیگه هم پوزش پذیری داشته باشیم. یعنی گاهی اوقات من میبینم آدمهایی بارها و بارها اومدن راجع به عملکرد 20 سال پیششون 30 سال پیششون پوزش خواستن، ولی طرف مقابل پوزش پذیر نیست. حالا بحث حقوقیش یک بحث جداست که بالاخره بعضی از اشتباهات به نوعی یک تاوان حقوقی داره که سر جای خودش باشه، ولی جدا از اون مسئله از نظر عاطفی و شناختی دو طرفه یک گفتگو اگه قرار باشه هی به هم بگن که اون تو بودی که فلانجا همچین موضع پیدا کردی، اونم همچنان بعد از مثلا 40 سال همچنان از اینکه توی از انقلاب فرهنگی دفاع کرده همچنان داره دفاع میکنه. خیلی عجیبه که یک آدم مثلا اندیشمند باهوش با مطالعه هنوز از عملکرد 40 سال پیشش دفاع میکنه. یعنی پوزش خواه نیست، نمیگه اشتباه کردم، و از اون طرف بعضی هم هستن که میگن اشتباه کردیم، ولی این ور کسی حرفشون رو قبول نمیکنه، میگه نه تو دیگه حرف نزن چون یه موقعی تحلیل اشتباه کرد. اینم هست توجه به سطوح مختلف گفتمانی. گاهی اوقات ما توی گفتمان از پیشفرض‌های گفتمانی متفاوتی داریم استفاده میکنیم. اولا گاهی اوقات توی گفتگو ما دچار فالس دیلما فلسی میشیم، یعنی دوراهی کاذب. مثلا همین هفته پیش یا 10 روز پیش بود که داشتیم در باب اسطوره ضحاک صحبت میکردیم، دوستی سوال کرد که بهتر نیست که از یک نگاه دقیق جامعه شناسی مسائلمون رو ژرفکاوی کنیم تا از یک نگاه اسطوره شناسی مبتنی بر افسانه. خب من دیدم چه فالس دیلمای بزرگی اینجا وجود داره. یعنی اولا ما یا باید از نگاه جامعه شناسی صحبت کنیم یا باید از نگاه اسطوره شناسی صحبت کنیم، در حالی که اینا سطوح تحلیلی مختلفه. دوم یک فالس دیلمایی در باب این که مثلا اسطوره شناسی این است و غیر از این نیست، در حالی که خود اسطوره شناسی می تواند یک زیرشاخه جامعه شناسی فرهنگی باشد، می تواند یک زیرشاخه ادبیات داستانی باشد. در جایی که اسطوره شناسی زیرشاخه ادبیات داستانی است به مورفولوژی اسطوره می پردازند، در جایی که اسطوره شناسی در زیرشاخه جامعه شناسی فرهنگی قرار داره به بافتاری که اسطوره توش متولد میشه و اثرات اسطوره در اون بافتار میپردازن. بنابراین شما ببینید مثلا چقدر فالس دیلما در یک گفتمان ممکنه وجود داشته باشه که بهتر نیست به جای اسطوره شناسی برید از جامعه شناسی استفاده کنید. حالا اگر من بیفتم در این فالس دیلما، یعنی متوجه نباشم بابا اینا سطوح مختلف گفتمانی است، این یا آنی وجود نداره، این یا آن کاذبه، اون وقت من میفتم که نه خیر اسطوره شناسی اتفاقا مثلا مهمتر. یا باز خیلی از من میپرسن که شما با نگاه جامعه شناسی که اعتقاد داره که نهادهای اجتماعی اول هستند و روان انسان ثانویه به اون هست دفاع میکنید، یا از نگاه روانشناسی که فکر میکنه که انسان اول است و جامعه ثانوی است. خب من میگم که باز این فالس دیلماست، برای اینکه ما روانشناسی اجتماعی داریم، روانشناسی فردی داریم. در روانشناسی های فردی هم باز روانشناسی های زیستی تکاملی داریم، روانشناسی های روانکاوانه داریم، روانکاوی های ارز کنم که فروید و مارکسیستی داریم، روانکاوی های زیستی اجتماعی داریم. در نتیجه این یاها رو باید بذاریم کنار، بگیم سطوح مختلف. در نتیجه من هم مثلا علم پوپری رو میشناسم، هم روانکاوی یونگی رو میشناسم. هر وقت یونگ درس میدم اونجا میگم که روانکاوی یونگی یا روانشناسی یونگی بخش عمدهش طبق علم پوپری علم نیست، شبه علمه. در نتیجه اگر کسی از منظر پوپری علم پوپری داره با من گفتگو میکنه، من همون اول میگم حرفای من غیر علمی است، دلیل نداره من بگم علمی است، اما دارم از ساحت گفتمانی غیر علم پوپری الان صحبت میکنم. توجه به این ماجراها هم خیلی مهمه.
خب یه چیزی الان بگم، اونجا که راجع به سلیقه ها صحبت کردم، گفتم مثلا قرمه سبزی رو نماد اصالت میگیریم گاهی اوقات، مثلا صدای بنان رو من دوست دارم، میگم این موسیقی فاخره. گاهی اوقات هم وقتی راجع به آنچه باش مخالفیم صحبت میکنیم، یه واژه هایی رو به کار میبریم که در واقع انگار نیزه و نیشتر توی تن و جان کسی فرو میکنیم. مثلا یه سال پیش تقریبا در چنین تاریخی بود که حدوداً که یک حمله رسانه وسیع علیه نهاد پزشکی و پزشکان توسط باز نهادهای بالادستی سازماندهی شد و شکل گرفت، که خب دیگه نهایتش میدونید منجر به هاریسون سوزی شد و کتاب پزشکی سوختن و اینجور چیزا. حالا یکی از فرصتهای این بحران کرونا علیرغم دردها و داغهای زیادی که ایجاد کرد این بود که آدم ها یه بار دیگه به خود آمدن که بابا اونایی که کتاب هاریسون می سوزونن، اونها حسابی رویشون باز نمیشه کرد. خب اما خب بالاخره یادم یه سال پیش این موقع انقدر این بازار داغ بود که حتی یکی از دوستان دانشمند نقاد من هم وقتی نقدی علیه پزشکان نوشته بود تحت تاثیر اون موج، مثلا در این بیانیش یا در اون مقالهش چنین نوشته بود که پزشکان که وقتی که بی تجربه هم میرن تو مناطق مثلا محروم، مردم رو آشولاش میکنن و تجربه کسب میکنن، که من بهشون میگفتم آخه در ادبیات نقد شما این عبارت آشولاش چجوری به کار میره اولا، و ثانیا چجوری میتونی با پزشکا وارد یک گفتگوی نقاد بشی و اونها رو به تأمل وادار کنی در این حالی که شما داری از واژه آشولاش کردن استفاده میکنی. خب اینا هم از اون داستانهایی است که باید بهش توجه کنیم. بنابراین پیشنهادات من جدا از این که حداقل‌های امنیتی زیستی روانی اجتماعی و حداقل‌های الفتی یعنی استقلال عاطفی، استقلال اقتصادی و استقلال اجتماعی باید فراهم بشه و حداقل‌های سواد و گفتگو که شامل تفکر نقاد باید فراهم بشه، پیشنهادهای شخصی دم دستی به تعبیر خودم خودمونی کاربردی که ارائه میدم، اینهاییست که خدمتتون گفتم. دوباره لیست میکنم: غیر شخصی کردن مواضع، جدا کردن سلیقه ها و ذائقه ها از ارزش ها و از تحلیل ها، تهدید نکردن دیگری با واژه ها، تقدیس نکردن خود و نظرات خود با واژه ها، توجه به کاراکترها و سطوح مختلفی که در درون خود من وجود داره و اختلاف بین اونها، و توجه به سطوح مختلف گفتمانی. اینها پیشنهادهای من هست فهرست شده برای اینکه یک بازنگری در گفتگوهامون بتونیم بکنیم. طبقه بندی زمان، اینم خیلی خوبه که در واقع بهش بپردازم، که تقسیم کنیم هر کدوم چند دقیقه صحبت کنه، موضوع صحبت این چند دقیقه مون چی باشه. بعضیا فکر میکنن که صحبت طبیعی و دوستانه و صمیمانه نباید این ساعت گرفتن ها و اقتصاد کلمات و اینها باید توش نباید باشه، در حالی که چرا، اینها باید جزوش باشه. اگر نباشه گفتگوی سازنده اتفاق نمیفته. گفتگوی سازنده گفتگوی سامانمنده و سازمانمنده، و ما انسان ها کلی تاریخ تکاملی گذروندیم که الان میتونیم به فکر کردنمون سامان بدیم، به مشاهدهمون سامان بدیم، به جمع‌آوری اطلاعاتمون سامان بدیم، به جلساتمون و گفتگومون سامان بدیم. و اگر این دستاوردهای ارزشمند تکاملی رو انکار کنیم و فکر کنیم همون گونه که انسان‌های 1000 سال پیش با هم گفتگو می‌کردن یا 10000 سال پیش، طبیعی همونه و صمیمانه همونه، خب اشتباه بزرگی است. یعنی دستاوردهامون رو داریم از دست می‌دیم. خب دوستان، اینستاگرام به من پیام بده که 1 دقیقه بیشتر از تایم این پارت نمونده، من این فایل رو سیو می‌کنم، دوباره شروع میکنم. امیدوارم تو این پارت دوم خانم دکتر مرزوک هم به من ملحق بشن برای گفت و شنود و خوش آمد گفتن به شما، و این دفعه دیگه کامنت ها باز هست که به سوالات شما جواب بدیم. فعلا خداحافظ، امیدوارم که بیشترتون در پارت بعدم با ما همراه باشید.
خب سلام مجدد دوستان، سلام سلام. سیف کردیم اونو و برگشتیم که در خدمت شما باشیم. سلام 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 به هم میگی سلام. مرسی، شما خسته نباشین گودی جان. مرسی. مرسی خانم نظام آبادی، مرسی آقای خورسندی، مرسی. خب خانم دکتر مارزوک، اگه محبتون شما هم ملحق بشید. بله 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 بله. مرسی خانم محمد یوسف مچه. خب خانم دکتر مارزوک هم ملحق شدن به ما که دیگه هم راجع به خودشون بفرماین، هم راجع به آکادمی بفرماین، هم در گفتگو شرکت کنن. در حال کانکت شدن. مخلصی مینا جان، مرسی 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 خانم مهنوش عزیز، متشکرم. مرسی خانم یاسمن عزیز، مرسی. چی شد؟ انگار نشد خانم دکتر ملحق بشن. عجب. خانم دکتر چی شد؟ نشد انگار. یه بار دیگه لطفا. آره این حداقل ها یه بحث به زیستی روانی اجتماعی داره. بذار من ببینم تکلیف خانم دکتر چجوری میشه. اینجا یادداشت میکنم که به این حداقلی که فرمودید برسم. خانم دکتر انگار وصل نمیشن. عجیبه. چرا آخه؟ یه بار دیگه هم حالا ریکوست بدین هم دکتر، چاید شد که بشه. شما که اونجا نباید مشکل اینترنت داشته باشین. ما در اینجا مشکل اینترنت داشتیم، شما در اونجا مشکل اینترنت داشته باشین. صلاح نیست. یه بار دیگه زحمت بکشین خانم تو مارزو، شما ریکوست بدین شاید شد. من آره، من وقتی میخوابم بلند میشم، ما خانوادگی یک مسئله ای داریم به اسم اسلیپ درانکنس، ترجمهش میشه مستی خواب. ما وقتی میخوابیم بلند میشیم یه ساعتی طول میکشه تا این به اصطلاح ویندوزمون بالا بیاد، شاید هم گاهی 2 ساعت. بعد دیگه الان اونجوریه. برای همین بعضی ها بعد از اینکه من خوب میخوابم به من میگن چرا خسته ای، چون که خوب خوابیدم. آره خانم دکتر مارزو، به یکی دوستی گفتن اگه خارج بشین دوباره وارد بشین شاید بشه. حالا اگر نشد دیگه من تنهایی مجبورم که در خدمتتون باشم، سوالات رو جواب بدم. ولی خب ترجیح این بود که خانم دکترم باشن راجب برها ساب به مناسبت سالگرد آکادمی
اینجا هستیم، میخوام تو راجب آکادمی هم صحبتی بکنم. مخلصیم علی کریمی عزیز. تفاوت نیاز و خواسته تا حد عقل ها. نیاز و خواسته، اینا رو چشم یاد داشت میکنم دیگه، به محض اینکه مطمئن بشیم که این داستان چجوری میشه ادامه میدیم. مرسی خانم روزیتای عزیز، ممنون از محبتتون. مرسی زیبا رجب نیای عزیز، مرسی، ممنونم. مخلصیم خانم ریحانه عزیز، ممنونم. مخلصیم خانم شمخانی عزیز، ممنونم. مخلصیم خانم فیلسفی لابر. شرایط گفتگو از این حیث که خانمتور بس نمیشن، از این حیث که من تو استیپ درانگ نسم. من الان کم متأسفانه مطالعه می کنم، همین شاید روزی یک ساعت بشه، ولی قبل از اینکه توی این فضای مجازی اینستاگرام و اینها باشم خیلی مطالعه میکردم، روزی 5-6 ساعت مطالعه میکردم. چشم کتاب معرفی میکنم، کتاب چشم کتاب. کتاب توهم دانایی و کتاب یکی از کتاب های معروف مقالطات و چشم، الان کتاب هم معرفی میکنم بهتون. آره یکی دیگه هم باشه راجبه، یه سری بود کنار هم بودن همشون، عنوانش بود مقالطات شایع و رایج و اینجور چیزا، جاشون عوض شده نمیدونم کدام کجا. خب چشم کتاب معرفی میکنم. حافظه تاریخی قوی مانع گفتگو. آها آره میگم خوبه خوبه، امنا خوبه، مرسی مرسی. چشم. خب گویا دیگه امیدی به اینکه که خانمتو بس بشن نیست. من فعلا که خانم باقری در قرنطینه هستم، چون هم دیابت دارم، هم فشار خون دارم، هم دو سه تا ریس فاکتور دیگه دارم و در نتیجه در قرنطینه هستم. در نتیجه هیچ گونه ملاقات و جلسه حضوری ندارم، بنابراین دیدن به مثابه دیدن با چشم غیر مسلح فعلا نمیشه. سوالم که ایمیل من آقای نیما سال هاست که در دسترس همه دوستان هست و من هفته 40-50 تا سوال و ایمیلی جواب میدم. فایل های صوتی که از سایتم هست شده رو قرار خودمون سانسورشون کنیم، دوباره بذاریمشون، چون به واسطه حساسیت هایی که بعضی از واژه‌ها و عبارت هم داشت، تهدیدهای جدی همکارانم و خانواده‌ام دچار شدن و در نتیجه من نتونستم از طرف اونها تصمیم بگیرم که این خطر رو برای اونها این مزاحمت رو بپذیرم. در نتیجه حذف کردیم تا
خودمون سانسورشون کنیم دوباره بذاریمشون. آره میشه اینو با هرم مازلو مقایسه کنین، آره پوزیدون، آره منتها آره میشه همون هرم مازلو بکنم، یه ذره ساده سازی کردم برای اینکه بحثمون پیش بره. ممنونم خانم زهرا. چشم، خیلی خوب، چشم دیگه. به نظر میرسه که من به دو سه تا سوال جواب بدم. راه ارتباط مستقیم با من ایمیلم هست، آقای آتش. بله بله اگر شرایط گفتگو فراهم نشه لاجرم روش های دیگری برای ارتباط بین آدم ها ایجاد میشه، تفاوت های فرهنگی و دینی. خب بله، حالا من دیگه چند تا سوال جواب بدم چون انگار که همطور بس نمیشه. عرض کنم خدمتتون که دوستی پرسیده بودید راجب حد اقل ها رو چجوری میشه تعیین کرد. ببینید ما یه سری حد اقل های زیستی داریم، یه سری حد اقل های روانی اجتماعی داریم. خب حد اقل های زیستی رو واقعا علم میتونه مشخص کنه. یعنی شما یه حداقل زیستی برای خواب دارید. من بارها میگم که آدم هایی که لانگ سلیپر هستن، من نگفتم اینو، در واقع متخصصین روان پزشکی حوزه خواب به نتیجه گیری رسیدن که کسی که لانگ سلیپره، یعنی اگر کمتر از 8-9 ساعت در شبانه روز بخوابه کارش میاد پایین. این با هیچ تمرینی، با هیچ وردی، با هیچ مانترایی، با هیچ دارویی نمیشه خواب مورد نیازش رو کم کنه. در حالی که هستن این آدم هایی که شورت سلیپرن، یعنی 4 ساعت خواب در شب و روز کاملا برشون بسه، مثلا بیشتر نمیتونن بخوابن. خب حالا شما یه آدم لانگ سلیپر رو وقتی خوابش کم کنه چه اتفاقاتی میفته؟ یکی این که کیفیت کاریش پایین میاد، یعنی بیداره، سر کاره، ولی کیفیت مطالعهش پایین تره، کیفیت گفتگوش پایین تره، دقتش تو کار پایین تره، اشتباهات خطرناک چه تو رانندگی، چه توی محاسبه، چه توی تشخیص پزشکی، چه تو تشخیص خطر، اشتباهات سنگین انجام میده. بعد مجبور برای اینکه بتونه بیدار بمونه اووردوز کافئین بکنه، اووردوز نیکوتین بکنه، اووردوز محرک بکنه، بعد یه سیکل معیوب ایجاد میشه. مغز کمبود خواب رو با زیادی طلب گلوکوز میخواد برطرف کنه، در نتیجه مجبور به قندخاری رخ بیاد، در واقع روی بیاره، و در نتیجه بعد مسئله اضافه وزن پیدا میکنه. خب این حداقل زیستی است. این حداقل زیستی رو هم تجربه یه نفر، آزمایشگاه خواب، مطالعات بایوریتم هاش میتونه نشون بده. دیگه از این حداقل کسی پایین تر بیاد فقط کار خرابی پیش میاد. همینطور یه حداقل نیازهای غذایی است. یعنی از یه حدی پایین تر پروتئین به یه بچه برسه، این بچه دچار مشکلات ناشی از کمبود پروتئین مثلا بیماری کواشیرکور میشه. از یه حدی پایین تر اگر ویتامین برسه بیماری مثلا بربری ایجاد میشه، بیماری چه میدونم اسکوربی ایجاد میشه، یه بیماری ایجاد میشه، حالا من بیماری یا یادم رفته، راشیتیسم ایجاد میشه. یه نمیشه که بگی که آقا این حداقل رو مثلا توش ریاضت و امساک بکنه. من بارها میگم که این دوستان پزشکی که میان ماه رمضان یا قبل از ماه رمضان توی تلویزیون فرمایشی نمایشی اعلام میکنن که بله روزه فقط برای این بیماری ها ضرر داره، چقدر غیر مسئولن در حوزه طب که نمیان بگن که آه روزه‌ای که برای سلامتی میتونه فایده داشته باشه و باعث پاکسازی بدن بشه، آب توش ممنوع نیست. ممنوعیت آب به هیچ وجه برای یه نفر سلامتی ایجاد نمیکنه. یک دیگه بگذارید به اینکه یک دختر بچه 9 ساله قطعا 14 ساعت آب نخوردن براش آسیب هم ایجاد میکنه.
خب اینا دیگه حد اقل هاست. شما نمیتونید بگید نه مثلا کسی ایمان داشته باشه این میزان آب رو مورد نیازش نیست. اینا حد اقل های زیستی است. خب حد اقل های زیستی رو علم تعیین میکنه. اما تعیین حد اقل های روانی اجتماعی مشکله. چرا؟ به خاطر اینکه ذهن ما تابع نهادهای اجتماعی و آموزش و فرهنگ است و بنابراین اریک فروم در کتاب گریز از آزادیش میگه که اساساً جامعه سرمایه‌داری مصرفی انسانها رو طمع‌کار و حریص و ناراضی بار میاره، چون همیشه داره توی این پنجره جادویی تلویزیون که الان دیگه تو جیب هر کدوممونم یه تلویزیون کوچولو، همیشه داره از اون چیزی که داریم بیشتره و بهترش رو به ما نشون میده. در نتیجه ما رو طمع‌کار و ناراضی میکنه، دیگه قناعتی وجود نداره. در نتیجه تعیین حداقل های روانی اجتماعی است که برای تعیین این اولا باید خود اون کسانی که دارن این رو تامین میکنن در این فضای رسانه‌ای قرار نداشته باشن. اگر در این فضای رسانه‌ای قرار داشته باشن، یعنی مثلا یک روانپزشکی یا روانشناسی که خودش در فضای فرهنگی سرمایه‌داری مصرفی غرقه و از اینجا به اونجا داره مثلا سمینار و اینها میذاره که مثلا حالا بتونه قسطای مثلا ماشین گران قیمتش رو بده یا خونه گران قیمتش رو بده یا مطب میلیاردیش رو بده، چند میلیاردیش رو بده، اون نمیتواند سطح درست نیاز و خواسته رو بینشون مرز بذاره. بنابراین این سطح بین نیاز و خواسته که نیاز اون حداقل‌های زیستی ماست یا حداقل‌های اجتماعی ماست که دیگه از یه حدی که شکاف طبقاتی بیشتر بشه خشونت لاجرم پیش میاد، نارضایتی اجتماعی لاجرم پیش میاد. اون رو علم جامعه شناسی نشون میده، علم زیست شناسی نشون میده، کتاب‌های متعددی در این زمینه است که بیشترش رو من تو کانال معرفی کردم، مثلا کتاب تاوان نابرابری. این کتاب راجع به همین در واقع جامعه هایی است که اون حد از اون حد اقل مورد نیاز نخواسته، حد اقل مورد نیاز شرایط طبقاتی پایین تر هست که این رو باید حتما علم تعیین کنه. اما اون سطح خواسته در واقع اون حد اقل های روانی اجتماعی رو خارج از یک بافتار اجتماعی فرهنگی نمیشه بهش پرداخت. بنابراین اون بافتار رو اگه مورد نقد قرار ندیم، ممکنه حتی خود اونهایی که این حد اقل رو تعیین میکنن هم حد اقلی رو تعیین کنن که برای یک جامعه دیگه حد اکثری. دوستی گفتید که آیا تفاوت‌های فرهنگی و دینی میتونه مانع گفتگو باشه؟ پاسخ من این هست که اگر ما از منظر عاطفی و روانی متعصب باشیم، اساساً هرگز تفاوت‌های دینی و فرهنگیمون نمیگذاره که ما با هم بتونیم گفتگوی مؤثر داشته باشیم. اون آدم‌هایی که باورهاشون و نظام باورهاشون به دلیل اون تعلقات عاطفی، یعنی همون بحث جستجوی الفت و عضویت، این نقطه جستجوی الفت و عضویت، اونایی که این منطقه، یعنی این هست، این حوزه است که عقایدشون در اونجا قرار داره، که مثلا گوردون آلپورت در اون کتاب فکر کنم The Roots of Prejudice یا ریشه های پیش‌داوری به این پرداخته که مذهبی هایی که مذهبی اینستیتوشنالن، یعنی عضو مؤسسات مذهبی هستن، عضو هیئت محله، عضو کلیسای محله است، عضو انجمن جوانان مسیحی است، عضو نمیدونم انجمن چه میدونم اسلامی فلان دانشگاه، وقتی این عضویت عقاید با اینجا پیوند بخوره، یعنی لاو اند بیلانگینگ به تعبیر ویلیام گلاسر، اصلا دیگه شما نمیتونی توقع به نوعی گفتگو از اون آدم داشته باشید. بنابراین اینجاست که باورها با تعصب ارتباط برقرار میکنه، یعنی با عصبیت، با
نروسنس ارتباط برقرار میکنه. اینجور مواقع اینها مانع از گفتگو است، مثل همون اصالت قرمه سبزی، فاخر بودن موسیقی ایرانی. یه دوست موزیسیانی من داشتم، از همون دوستانی که باش گفتگو میکردم، که ایشون مثلا برای اینکه نشون بده موسیقی ایرانی موسیقی فاخریست به قول خودش، میگفت غربیا ماژور رو از ماهور ما گرفتن. بعد میگفت که من یه دونه نی که توی جیبمه هر جا به من بگن که بزنی تو هم نیو در بیارم بزنم، در حالی که یه خانم مثلا ویولون نوازی که عضو ارکستر فیلارمونیک مثلا لندنه آمده بود مهمون ما بود، بهش گفتیم ویولون بزن، گفت من نمیتونم یه تک موسیقی رو سولو اجرا کنم، من نوازنده سولو نیستم. ببینید یه آدم با مدرک دکترا موزیسین اینقدر تعصب داشت به موسیقی ایرانی که چه مثالهای عجیبی رو میزد در افضلیت موسیقی ایرانی بر موسیقی غربی. یا من میبینم بعضی از مثلا همکاران دنبال این میرن که یعنی بودن دنبال این که مثلا روانشناسی اسلامی تعریف کنن. اخیرا باز دیدم مثلا یه آدمی دنبال اینه که روان درمانی ایرانی تعریف کنه، که من میگفتم آخه روانشناسی علمه، مگه شما فیزیک اسلامی دارید؟ مگه شما شیمی ایرانی دارید؟ مگر شما مثلا ستاره شناسی مثلا چینی دارید؟ آخه این حرفا چه؟ نه ما داریم. خب ببین اینا دیگه تعصبه، یعنی با کسی که دنبال روانشناسی علمی است، اونم بعد از مدرک دکترا، کسی که دنبال نمیدونم روان درمانی ایرانی است، اون هم در سطح کارشناسی ارشد، اون کسی که دنبال اینه که اونا ماژور رو از ماهور ما گرفتن. خب اینا تعصبه، یعنی این آدم ها دنبال اینن که یه جوری دلبستگی ناایمن خودشون رو با عضویت در یک نهاد اجتماعی، فرهنگی، ملی، قومی، قبیله‌ای، این دلبستگی ناایمن خودشون رو به یه جایی آویزون کنن. به اینها به استقلال عاطفی شخصیتی نرسیدن. اینجا تفاوت فرهنگی مانع گفته بود. اما اگر این تعصبه نباشه، یعنی که خب یه آدمی میگه من از منظر ایکس دارم به ماجرا نگاه میکنم، یکی میگه از منظر ایگرگ به ماجرا نگاه میکنم. یه روزی از دالای لاما پرسیدن، حالا نه اینکه برای من دالای لاما مقدس باشه، ها نه اصلا، اصلا اونجوری که تو رسانه هست من دالای لاما رو نگاه نمیکنم، ولی بعضی جملهاش خیلی قشنگه. یه روزی ازش پرسیدن مصاحبه گری که اگه علم ثابت بکنه که تناسخ غلطه، آنچه که باورهای بودایی راجع به تناسخ غلطه، شما نظرتون چی میشه؟ دالای لاما گفت خب نظرم عوض میکنه، چون علم در این زمینه نمیتواند، هنوز ابزاری نداره و علم در واقع سکوت میکنه، من این باورم رو حفظ میکنم. اگر یک روزی علم بیاد ثابت بکنه که نه چنین چیزی نیست، حالا اون روز نخواهد آمد، یعنی که علم ابزار رسیدگی به ساحت نان متریال رو نداره، علم همیشه درباره اون سکوت خواهد کرد. مگر بعضی از مواقع بعضی از چیزایی که ساحت نان متریال هست دیگه الان جزء ساحت متریال بشه، اگر نه تا موقعی که در ساحت نان متریاله که علم راجبش حسبی نمیتونه بزنه. خب اما این حرف خیلی حرف خوبیه، یعنی اینکه بابا اگر یک سندی به من ارائه بشه، من این حرفم رو پس میگیرم. اینجا یه آدم میدونه در واقع عضویت های فکری خودش رو داشته باشه، عضویت های فلسفی خودش رو داشته باشه، اما بهش تعصب نداشته باشه. همینطور هم دوستی که گفتن حافظه تاریخی قوی آیا میتونه مانع گفتگو باشه؟ پاسخ من این هست که نه، حافظه تاریخی قوی مانع گفتگو نیست. یعنی اگر من واقعا بشناسم که چه اتفاقی افتاد که ایرانی ها ریختن گریبایدوف رو تیکی تیکی کردن، اگه من بدونم چه اتفاقاتی افتاد که یه سری آدم ها رفتن از دیوار سفارت آمریکا بالا، که مانع گفتگو نیست، تو هم خودش شرایط گفتگوی هدفمند رو فراهم میکنه. اغلب وقتی که ما
داستان داریم، داستان شبه حافظه تاریخی داریم. یعنی کوروش کبیر ما مثلا پیام‌آور صلح و دوستی بود، با شمشیر و با اسب و با چه می‌دونم نیزه پیام‌آور دوستی بود، از این سر دنیا رفت اون قاره دنیا پیام‌آور صلح و دوستی بود، به اعتبار این که مثلا گفت معبداشون رو خراب نکنید. خب یک سیاستمدار و حاکم باهوش بود، اما این که بگیم پیام‌آور صلح و دوستی بود، اگر مثلا یه قانونی گذاشت کوروش، خب یک بیانیه هم حمورابی گذاشت، در اونم یه چیزای حقوق بشری پیدا میکنیم، در اینم یه چیزای حقوق بشری پیدا میکنیم. این حافظه تاریخی قوی نیست دوستان. این عرض کنم خدمتتون که این شبه حافظه شبه تاریخی است که همراه میشه با اون نیاز به وصف کردن یه چیزی. من مثلا واقعا تعجب میکنم بعضی ایرانی بودن رو چقدر جدی میگیرن، مثلا خیلی جدی میگیرن یه چیزی که به خاطر قرارداد سیاسی بین المللی رخ داده، دیگرانی آمدن خط کشیدن یه روزی گفتن از اینجا به اینجا اسمش میشه عراق، از اینجا به اینجا میشه افغانستان، از اینجا میشه ایران. حالا انقدر این قضیه رو جدی بگیم که بگیم عراقی ها اینجوری، ایرانی ها اینجوری، عراقی ها اینجوری، افغانستانی ها اینجوری، ایرانی ها اینجوری، اصلا این میزان جدی گرفتن یک قرارداد ایرانی بودن که وقتی ما میگیم ایران با اون چیزی که فردوسی میگه ایران کاملا متفاوته، این میزان جدی گرفتن به خاطر چیه؟ به خاطر اون دلبستگی ناایمن و نیاز به آویزون کردن خودم به یک مامانی، به یک مثلا مام میهنی، به یک پدر مذهبی و غیره. بله اینها که در واقع نه حافظه تاریخی است نه تفاوت فرهنگی است، اینها مانع گفتگو است. اون زمانی که چکی بود که بحث گفتگوی تمدن‌ها رو ایجاد شد در ایران، سال 76 78 اون موقع من توی سخنرانی ها میگفتم که ما اول باید تکلیفمون رو با بعضی چیزا روشن کنیم. نمیشه که در رساله های عملی فقهی ما، رساله توضیح مسائل ما، هنوز کافر جزء نجاسات باشه مثل ادرار و مدفوع. و وقتی که از عرض کنم خدمتتون که فقها میپرسی کافر یعنی چی، در همون رساله ها مینویسن یعنی هر کسی ضروری دین را انکار کند. یعنی اگر کسی گفت مثلا نماز هم واجب نیست کافر محسوب می شود. اگر کسی، حالا یه فقیه میگه حجاب ضروری دین است، حالا اگر ما بگیم حجاب ضروری دین نیست هم ما رو کافر محسوب می کنه، پس ما میشیم نجس. بعد میگه خب شما مگه میشه برید با کسی گفتگو کنید که اون رو گذاشته تو لیست ادرار و مدفوع؟ شما اول تکلیفتون رو با این طبقه بندی حل بکنید، بعد ادعای گفتگوی تمدن ها کن. آیه مثلا رئیس جمهور حال اون موقع، یا تکلیفت با این عمامه روشن کن، یا تکلیفت با دنیا روشن کن. چرا آخه این بلا تکلیفی ما خب در بلا تکلیفی دیگران با ما هم تاثیر میذاره؟ ببین اینا تفاوت فرهنگی نیست، اینها ناتوانی های فردی اجتماعی است برای تفکیک کردن درست بعضی از مسائل. یعنی همون بحثی که گفتم که سواد، حداقل سواد منطقی باید وجود داشته باشه که ما بعضی از مباحث رو از هم تفکیک بکنیم و تفکر نقاد. حالا برای دوستانی که خواستن راجع به کتاب من چند تا کتاب معرفی کنم، البته توی اینستاگرام باید اینجوری کنم تا کتاب ها رو شما چپه نبینید. آره این کتاب خیلی کتاب خوبیه، من همین اخیراً باش آشنا شدم. اسمش از توهم آگاهی، استیو اسلومون و فیلیپ فرنباخ نوشتنش، انتشارات کوله پشتی منتشرش کرده. چرا این دیگه از این نمیشه دیگه این برترش. توهم آگاهی، انتشارات کوله پشتی، استیو اسلومون، فیلیپ فرنباخ. یه کتاب خیلی خوبه، البته متاسفانه ترجمهش ضعیفه، ولی خب دیگه اگه کسی انگلیسیشو بلده بخونه که اسم انگلیسیش اینه The Knowledge Illusion Why We Never Think Alone. این یک کتاب خیلی خوبه در این حوزه صحبتمون. و همینطور این کتاب هم باز در حوزه گفتگو کتاب خوبیه، تفکر نقاد و خلاق، ریچارد پول و لیندا الدر.
ناشرش هم نشر فرهنگ نو هست و راجب اون تفکر نقاد هم این کتاب باز کتاب خیلی خوبیه، همون نویسنده ها نوشتن، ریچارد پور و لیندا الدر و همون مترجم و همون ناشر، مقالطه های پرکاربرد. البته خیلی کتاب های خوب زیاده در این زمینه، من تا همین الان چون گفتید من همون کتابی که تو قفسه بود به شما نشون بدم رو داشتم. آیا اساسا بین نگاه فقهی و عرفانی در دین گفتگوی سازنده میتونه صورت بگیره؟ بله جواد جان طاهری، ضمن تسلیت مجدد بابت مادر، بله چرا نتونه گفتگوی فقهی و عرفانی گفتگوی سازنده داشته باشن، مشروط بر این که دو طرف مذهبی های اینستیتوشنال نباشن. یعنی وقتی کسی پیر فرقه چه میدونم ایکسه، شیخ مراد فرقه فلانه، حضرت آیت اللهی است که وجوهات دریافت میکنه، اونجا نه دیگه اصلا گفتگو نمیشه صورت بگیره. اما متفکرین مستقلی که در اون حوزه ها حالا دیدگاه متفاوت خودشون رو دارن، اما در واقع به یک فرقه، به یک شعبه، به یک بیزینس، به خصوص بیزینس خیلی مهم، تجارت، به یک بنگاه اقتصادی وابستگی نداشته باشن. یعنی از اون دفاع، از اون ماجرا نون نخورن. حالا نون که میگم منظورم شیشلیکه، ولی حالا زبان سادش میگیم نون نخورن. اونا که دارن از اون قبل اون شیشلیکشون رو میخورن، خب نه اصلا به نفعشون نیست این گفتگو به نتیجه خوبی برسه. که اوضاعی خودسانسوری نه دیگه، الان که ما خیلی بی سانسور داریم پیش میریم. از این اوریانتر خانم مصابه، تنت به ناز طبیبان نیازمند، مباد من پذیرفتم که نیازمند است هستم به ناز طبیبان، نازشونم میخرم، خدا کنه که قرار باشه ناز طبیبان رو بخریم، از بقیه بیشتر میارزه نازشون رو بخریم. مرسی مرسی مرسی. فکر نمی کنم خانم دکتر لازم باشه در آلمان فیلتر شکن بس کنم به اینستا وصل بشن، نمیدونم. مرسی خانم مریم بانوی زیبا. بله بله مدیریت سازمانی هم حتما گفتگوی مؤثر توش ضروری است، حتما حتما. آره خانم زهرا، هیچ کدوم از فایل های صوتیمون دیگه پلی نمیشه، خب همشون رو حذف کردیم، برای دوستانم توضیح دادم ملت حذفش. سلسله نیازها از دید مازلو و گلسر تفاوت دارن. گلسر اون چیز رو، نیازهاش رو اولویت بندی نکرده، در واقع راجب این صحبت کرده نیمای عزیز که آدم ها از این حیث اولویت بندی با هم متفاوتن و اگر قرار هست که ما راجب خودمون تصمیمات درست بگیریم، بعد اول اولویت های نیاز هامون رو بشناسیم و اگر قرار با دیگری با هم زندگی کنیم، با هم سرمایه گذاری مشترک بکنیم، با هم گفتگو کنیم، بعد اولویت های نیاز های همدیگه رو بشناسیم. بنابراین اولویت بندی نکرده، اما مازلو اولویت بندی کرده، یعنی سلسله گذاشته، هایارکی چیده، مثل من که الان یه جور سلسله مراتب گذاشتم تو این هرم ها که البته دوستمون گفتن یه برداشتی از مازلو بود. بله بعضی از وابستگی های عاطفی خیلی عمیق تر از این هستن و اگر ما به لحاظ رشدی، خانم دکتر بزن یه تلاش دیگه انگار کردن، امیدوارم بس بزن، اگر به لحاظ رشدی به خصوص زیر 2-3 سال وابستگی عاطفی ناایمن داشته باشیم، حتما نیاز به یک روند روان درمانی داریم تا بتونیم از این وابستگی های عاطفی ناایمن در بیایم و بتونیم حالا یک گفتگوی ثمر بخش داشته باشیم. بله تشخیص حداقل های زیستی طرف مقابل، بله کسانی که هوش هیجانی بالایی دارن
یکی از ویژگی هاشون این هست که میتونن به شکل شمی، غریزی وضعیت هیجانی عاطفی طرف مقابلشون رو حدس بزنن و بدونن که چجوریه، میشه چقدر گفتگو کرد، چقدر امنه، چقدر ناامنه، چقدر نزدیک بشی میترسه، چقدر نزدیک بشی استقبال میکنه. بله، یکی از المانهای هوش هیجانی اینه که هم زمینه ژنتیک داره و هم زمینه اکتسابی. ضمناً فکر کنم شما یک رویان برای تحلیل برای من فرستاده بودین. نمیشه رویا رو بدون اینکه در یک بستر گفتگو و گفتگوی روانکاوانه باشیم تحلیل کرد. در روانکاوی ما رویا رو تحلیل نمی کنیم. ما آدم ها رو تحلیل می کنیم و بنابراین رویا رو میذاریم وسط، راجبش گفتگو می کنیم و حتی خیال پردازی میکنه فرد تا موقعی که بتونیم به یک تحلیلی بر اساس رویا برسیم. بنابراین نمیتونم من بر اساس ایمیل یک رویا تحلیل کنم. بله خانم شکریز، حداقل ها رو علم تعیین میکنه. علم زیست شناسی، علم روان شناسی، علم جامعه شناسی، اینها حداقل ها رو برای این مورد نیاز ها میتونه تعیین کنه. بله بله، تعصب و پیش‌داوری میتونه منجر به لیبل زدن یا استیگماتیزیشن هم بشه. هم تقدس ها استیگماتیزیشن توش هست، هم تنفر ها استیگماتیزیشن توش هست. بله خانم زهرا، از کانال و سایت فایل های صوتی حذف شده تا بعد از یک ادیت کردن آرام آرام دوباره گذاشته. خب، در جوامع استبداد زده به واژه ها هم ظلم میشه و تحریف میشه. همین گفتگو رو مثلا زمانی به کار میبریم و دعوت به انجامش میکنیم که در موضع قدرت باشیم. بله، در واقع میشه اینجوری من صحبت شما رو آی وحدت باز روایی کنم، البته یکم دستمالیش کنم، که اغلب نهادهای قدرت گفتگو رو، شرایط گفتگو رو به گونه ای تعیین میکنن که نوعی مونولوگ توش باشه. مثل شرایط مثلا مناظره های تلویزیونی، تلویزیون های فرمایشی نمایشی منظورم، نه تلویزیون های آزاد، که کسانی که دعوت میشن گزینش میشن، موضوع گزینش میشه، زمان دادن گزینش میشه، لوکیشن فیلم برداری گزینش میشه، خیلی چیزا گزینش میشه که در واقع اون گفتگو یک گفتمان قدرتی است که ماسکی از گفتمان حقیقت به خودش گرفته. آره متاسفانه همین طوره که منم همین عرض میکنم که مثلا فیزیک اسلامی، طب اسلامی، مثلا چه عبارت های عجیبی است که به کار میره. کتاب های دانشگاهش روانشناسی پر از روانشناسی اسلامی شده و جالبی که در حوزه اسلام اصلا تخصصی نیست، ولی خب دانشجو با اکراه مجبور شده به پاس کردن واحد درسی. بله خب ما اساسا نهاد دانشگاه در کشور ما یک شهرک سینمایی است، یعنی مثل دیوارها و در دیوار و تابلوی است که پشتش هیچی نیست، فقط خود نمایشه هست. برای اینکه نهاد دانشگاه در شرایطی شکل میگیره که تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها علمی باشه و بنابراین تولید علم برای تصمیم سازی ضروری باشه، ولی وقتی تصمیمات از بالا به پایین و فرمایشی و حکمی هست که دیگه دانشگاه میخواد در خدمت کدوم تصمیم سازی تولید علم بکنه. و در نتیجه بله، ما دانشگاه نداریم و دوستانی که راجع به پایان نامه موضوعات دانشگاهشون با من مشورت میکنن، من متاسفانه با کمال تاسف بهشون میگم که از دانشگاه فقط مدرک تو بگیر، بعد بیا بیرون دانشگاه دنبال یاد گرفتن برو. متاسفم که اینو میگم، ولی خب متاسفانه چنینه. قشنگی هنر به بیمرزیش هست، مرزبندی زیبایش رو میگیره.
نه، هنر هم مرزبندی هایی داره دیگه. فلسفه هنر و زیبایی شناسی مرزبندی میکنه، منتها اون مرزبندی با این مرزبندی که مثلا زیبایی شناسی مثلا اسلامی مثلا یه کمی متفاوته یا زیبایی شناسی ایرانی. اگر نه چرا، علم هم مرزبندی داره، هنر هم مرزبندی داره، منتها خیلی چیزا مرزبندی داره، گفتگو هم الان مرزبندی داره. یعنی مرزبندی سازماندهی مبتنی بر مرزبندی است. اصلا قرار نیست ما بی مرز فکر بکنیم، حتی برای منظم فکر کردن ما لازمه مثل بیزنس کلاس بذاریم وسط، یه پروپوزال بذاریم وسط، زمان بندی کنیم، مرز بندی کنیم، بگیم الان موضوع صحبتمون اینه، تایممون این هست، اولویت صحبتمون اینه. اصلا من معتقد به بیمرزی نیستم. خلاقیت هم نیاز به مرزبندی داره. یعنی بالاخره شما یه بوم میذارید، یه صحنه نمایش میذارید، یه ساز میذارید، یک خط حامل میذارید تا زیبایی بتونه متجلی بشه. در نتیجه مهم مرزبندی درسته، نه بیمرزی. فیلم جهان با من به رقص رو خب من ندیدم، اگر فرصت کنم که ببینم اون وقت راجبش میتونم نظر بدم. با خیلی ها رو دیدم از حقوق تضییع شده شهروندی و همه چی و ممالک راقیه و اعلامی حقوق بشر چنان حرف میزنن که آدم انگشت به دهن میمونه، ولی همون آدم وقتی قرار ارث رو با خواهرش بله یا با خواهرزاده های نیازمندش تقسیم کنه کلن بله بله منم اینو خیلی دیدم. بله آی وحدت، خیلی دیدم در حوزه های مختلف، خیلی دیدم که وقتی که به نفعمون هست یک استاندارد داریم، وقتی به نفعمون نیست یک استاندارد دیگه داریم. خب بله بله من منظورم نگاه جهان وطنی هست. بله خانم صمدانی، من جایی ندیدم مولانا بیتی علیه چنگیز خان داشته باشه. اگر شما یه وقتی داشتید برای من بفرستید. بله احسن خانم دکتر مرزوک، هدف فلسفه آزردن جهل است. مرسی. شناخت ساحت وابستگی و نیاز به آن. خانم دکتر سوزان جانسون یک کتابی داره تحت عنوان فرایندهای دلبستگی. کتاب فرایندهای دلبستگی دکتر سوزان جانسون، انتشارات دانجه رو میتونید راجع به این شناخت وابستگی و نیاز به اون بخونید. و البته خیلی کتاب های دیگر فل بداهه این به ذهنم اومد، ترجمه کدوم کتاب نمیدونم چطوره. آیا میشه با مراقبه از وابستگی ها رهید و وارد شدن به ساحت بی ذهنی؟ خب خانم همایسا، ببینید مراقبه ای که من راجبش صحبت میکنم مکررن یا مایندفول مدیتیشن اساسا یک تمرین نوروکاگنیتیویه برای تقویت نتورک های عصبی در لوب سینگولای قدامی مغز، برای مدیریت مغز پریفرونتال بر مغز لیمبیک و مغز تحتانی. بنابراین من راجع به ساحت بی ذهنی و این چیزها هیچی نمیدونم. اما اگر راجع به مراقبه ای که من راجعش صحبت میکنم میپرسی، بله این مراقبه مدیریت عاطفی ما رو تقویت میکنه، بنابراین برای استقلال عاطفی ما کمک مؤثری میتونه بکنه.
مرسی علی آقا، شما هم سلامت و پایدار باشی. ایشالله مخلصیم خانم لایف مینینگ. ممنونم، ببخشید آقای لایف مینینگ هپینس. عکس ریز خانم آقا هم که از اسم نمیتونم بفهمم. مراقبه رو امتحان بفرمایید دوست عزیز منظم و متعهد. نمیدونم اینو به کی پیشنهاد میکنید. مرسی. اگر فیلم جهان با من برقص رو تونستم ببینم و دیدم چیزی برای گفتن راجبش دارم حتما. من یه سه چهار سالی تمام ویسام توی کانال بود، اینقدر خبر نبود که الان که ویسام نیست راجب نبودنش و پیدا کردنش پیام دریافت میکنه. خواهش میکنم خانم دکتر مارزوک، ممنونم از شما که تلاش کردید برای بحث شدن و اساسا ما هم در واقع به خاطر شما اینجا هستیم، به خاطر محبت و دعوت شما اینجا هستیم. بنابراین حضور شما کاملا به شکل عمیق و ناملموس حس میشه، محسوس ناملموسه. بله منم امیدوارم که پسا کرونای پیش بیاد و ما هم باشیم، همه شما هم باشید و دور هم جمع بشیم، حالا یه چایی هم بخوریم با هم دیگه. ممنون. چطور از ورود به گفتگو عذر بخوام که مشکلی پیش نیاد وقتی مخاطبی فاقد پیش نیاز گفتگوست؟ میتونیم دعوت کنیم به عنوان یک پیش نیاز گفتگو که بیا راجع به کتاب ایکس با هم گفتگو کنیم، یا اینکه بذار الان که من توی اسلیپ درانکنس هستم این بگذره بعد با هم گفتگو میکنیم مثلا. آره مرسی خانم لعیا. بله خانم توانا موافقم با شما. چرا افرادی که مدرک دانشگاهی روانشناسی ندارن الان تو کشور دارن از جونگ به غیره سوء استفاده میکنن و با گذراندن چند دوره کوتاه مدت خودشون رو روانشناس جا میدن. یه گفتگوی مفصلی در این زمینه با آقای ورامینی سردبیر ماهنامه مدیریت ارتباطات کردیم که این به صورت همینجور لایو اینستاگرامی توی پیج ماهنامه مدیریت ارتباطات هست و چون من تعداد فالوینگ های هم پیج اینستاگرام هم محدوده راحت میتونید پیداشون کنید. اونجا یه دو ساعت راجع به همین پرسش شما با موضوع روانشناسی زرد گفتگو کردیم، اون جواب شما رو میده دوست عزیز. Life meaning happiness. مرسی. بله دوستان لطفاً فایل های صوتی دوستانی که دارن و میخوان بفرستن برای کسانی که میشناسنشون بفرستن. در غیر صورت هر فایل صوتی که به اون عزیزان گروه فشار برسه یک پرونده دیگر در دادگاه انقلاب برای من اضافه میشه علاوه بر پرونده های قبلی. بنابراین اگر میخواییم به هم محبت کنید و فایل های صوتی هست شدی من رو به هم بدید به کسانی که میشناسینشون که عضو دستگاه حاکمه نیستند، به نوعی یا پاپولش نیستند به اصطلاح، اوباشش نیستند، به اونها برسونید. مرسی.
در آکادمی مرزوق هم هدف این است که در محیطی متفاوت از دانشگاه به گفتگو و نقد فلسفه و هنر بپردازیم. مرسی. این هم در واقع توضیح خانم دکتر مرزوق برای دوستی که اول پرسیدن که آکادمی هدفش چی هست یا برنامهش چی هست. سلام دوستی که دیر آمده اید. FMN. مرزبندی درست رو متاسفانه دیگه در این به سر لایف نمیرسیم خانم قیاسی توضیح بدیم، به خاطر اینکه این لایف موضوعش چیزش محدوده دیگه، تایممون محدوده، متاسفانه به این نمیرسیم. معذرت میخوام. چگونه به صورت مردمی میتونیم در ایجاد فرق نقش کمتری داشته باشیم؟ ما با تشکیل سازمان‌های کار اجتماعی مثل کاری که شما کردید در NGO نخسوزن، در سازمان کار اجتماعی ما فردی نمیتونیم مسئله‌ای مثل فقر رو حل کنیم. ما باید سازمان کار اجتماعی تشکیل بدیم، با همدیگه تصمیم بگیریم که چی بخریم، چی نخریم، کجاها رو تحریم بکنیم، کجاها رو تقویت کنیم، کجاها رو ترویج کنیم، کجاها رو عرض کنم که تبلیغ بکنیم و چه سبک زندگی رو ترویج کنیم. هرچی این سازمان های کار اجتماعی تکثیر بشن و گسترش پیدا کنن و هماهنگ و هم نوا بشن، اون وقت میتونیم با موضوعی مثل فقر و جهل و خشونت بجنگیم و بنابراین پیش نیاز هر اقدامی که میخوایم انجام بدیم تشکیل سازمان کار اجتماعی هایی است که بر مبنای اصول انسانی و سکولار و فارغ از مرزبندی های کاذب قومی، جنسیتی، قومیتی، ملیتی و مذهبی میخوان در ارتقای جهان با فقر و جهل و خشونت کمتر با هم هماهنگ و همسو بشن و هیچ اتصال ارزشی، عقیدتی، مالی با نهادهای نامشروع ندارن. این میشه مقدمه هر کار فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی که میخوایم بکنیم. بله بله، هنر مرز سیاسی عقیدتی نداره. بله مرسی. تقریبا موافقم. اگه ما دقیق بخوام راجعش صحبت کنیم باز باید حتی این سیاسی عقیدتی رو هم تعریف کنیم، چون به هر حال میکلانج و لئوناردو داوینچی هم کلی هنر مذهبی خلق کردن، باخ هم همینطور. در نتیجه این هم یه داستان هست دیگه که حالا اینجا در راجع به هنر هم نمیتونیم اینقدر قطعی بگیم که مرز عقیدتی نداره. به نظرتون اگه به گفتگوی تمدن‌ها بخوایم سکولار نگاه کنیم و در بعد سیاست بهتر نیست؟ یعنی به دیدگاه مذهبی طرفین کاری نداشته باشیم؟ چرا؟ چرا میشه؟ به شرطی که دین و سیاست رو از هم جدا کنیم دیگه. نمیتونیم که ما در حالی که میگیم سیاست ما عین دیانت ماست، حالا بگیم ما در حوزه گفتگوی تمدن‌ها میخوایم گفتگوی سکولار بکنیم، کاری به مذهب هم نداریم. خب اینا با هم جور در نمیاد دیگه، تابل استاندارده. چجوری که ما سیاستمون این دیانتمونه، اما حالا برای حل مسائل دیپلماتیکمون میگیم یک گفتگوی تمدن‌های سکولار میخوایم داشته باشیم. این پیام از طرف این نهاد و گفتمان، این پیام پذیرفته و صادقانه‌ای نیست. خانمتون رضایی در پاسخ به سوال شما. من 38 ساله هستم، علاقه به روانشناسی دارم و میدونم دانشگاه حاصلی ندارد، نظر شما چیست؟ ببینید به هر حال شما بدون تحصیل آکادمیک روانشناسی نمیتونید حرفه روانشناسی داشته باشید و فعالیت صنفی روانشناسی داشته باشید. یعنی همون مدرک حداقل چیزیست که باید داشته باشید. اما اگر علاقه به روانشناسی دارید، بله خب میتونید شما بدون اینکه رشتهتون روانشناسی باشه روانشناسی بخونید و یاد بگیرید. منم هیچ مدرکی در حوزه ادبیات و تاریخ و فلسفه ندارم، ولی در این حوزه ها هم خیلی مطالعه کردم، هم خیلی اظهار نظر میکنم.
در مورد زبان و واژه ها، اینو تو بحث روانشناسی شناختی یه بحث مفصلی راجع به زبان و واژه ها و روانشناسی زبان میکنیم. میتونید در، چون فعلا دیگه فرصت گفتگو نیست، میتونید مقاله ذهن زبانمند و کهن الگوها، ذهن زبانمند و کهن الگوها رو توی سایت من سرچ کنید و بخونید. آقای حافظ عزیز، وقتی از سوی کسی که فاقد حداقل های لازم برای گفتگوست به گفتگو دعوت میشیم، چه برخوردی سالم محسوب میشه؟ معذرت خواهی میکنیم، بگیم من شرایط گفتگو رو نمیبینم، معذرت میخوام. مراقبه که من راجبش صحبت میکنم، راجبش نیم ساعت یک ساعت صحبت کردم، توی سایتم هست، اونم هست شده، سایت فایل مدیتیشن و سایت هست شده، فایل مدیتیشن رو تو سایت میذاریم اگه هست شده باشه. توی سایت هم فایل مربوط به مراقبه رو گوش کنید، میذاریم توی سایت. مراقبه من نیست خانم سپیده، مراقبه ایست که تحقیقات نوروساینس اثر بخشش رو به اثبات رسونده. عرض کردم که مراقبه ای که من راجبش تأکید میکنم، توصیه میکنم، این مراقبه من نیست. مرسی خانم موسوی، خوشحالم که به زندگی امیدوار میشید. بله، قانون کمیابی خانم توانم. خب، کتاب های اکهارت توله رو من نخوندم خانم هما، کتاب های اکهارت توله رو من نخوندم. مفاهیم ذهن آگاهی با توجه به آگاهی رو سرچ کنی، کتاب های خوبی هم انتشارات ارجمند داره. ممنون. ممنونم خانم فرزانه، یا سایت فرزانگی، بله، مؤسسه فرزانگی، ممنونم. مرسی. مرسی مرسی. من دیگه سوال نمی بینم. کتاب های راجب مراقبه، کتاب مراقبه بصیرت جوزف گلدشتین ترجمه آقای رمضانی کتاب خوبی هست. چشم ذهن دکتر دانیل سیگل انتشارات ذهن‌آویز کتاب خوبی هست. همین کتاب هایی که راجب مایندفولنس هست، ذهن آگاهی هست، کتاب های خوبی هست. بله، دوستان دیگه پیام داره میده که یک دقیقه آخره. من از خانم دکتر مرزوک و همکارانشون، آقای دکتر رضا احمدی و همه دوستان آکادمی فلسفه و هنر مرزوک، برای این ماجرا که بهانه شد که باز هم دیگه رو ببینیم و صحبت کنیم، تشکر میکنم. امیدوارم چیزکی از بحث های من، گفتگوهای من، هر مونولوگ من به دردتون خورده باشه و بخوره، و امیدوارم سالهای سال این سالگرد آکادمی مرزوک رو در شرایط بهتر و با امکانات بهتر و با بحث های مفصل تر و با گفتگوهای چند جانبه، میزگردی، مناظره‌ای برگزار کنیم که آره، به نتایج بالاتری برسیم. معذرت میخوام که همه سوالاتتون رو نشد جواب بدم، دیگه حوصله اینستاگرام 50 ثانیه دیگه بیشتر نمونده و فکر میکنم که حوصله دوستان شرکت کننده هم دیگه برای لایو سومی نخواهد بود. خیلی ممنون از حضورتون. با اجازه خانم مرزوک و از طرف ایشون هم من خداحافظی میکنم و ازتون تشکر میکنم و میدونید که سیو میشه این گفتگو در
پست های آی جی تی وی پیج اکادمی میمونه. خدا نگهدارتون.